سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ای اف تی تی وی ایرانیان تایم و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند امروز دوم ماه می 2015 و دوازده اردیبهشت 1394 در درجه اول بانک یه کمی دیر شده ولی هنوز خیلی هم دیر نشده اول ماه مه بود دیروز و به این ترتیب من به طبقه کارگر ایران در درجه اول به تمام کارگران و زحمتکشان جهان این روز رو تبریک میگم عزیزان با احتمال خیلی زیاد میدونن که در ایران دیروز چه گذشت در حقیقت حکومت و دولت هیچ کدومشون اجازه ندادن که سند... سندیکاهای مستقل کارگری از شود که اتحادیه اتوبوسرانی تهران تا سندیکای ها... سندیکای آز... آزاد کارگران هر که سندیکایی که در کردستان وجود داره نه تنها نزاشتن که به اصطلاح تظاهرات مستقل داشته باشن بلکه از هشتم اردیبهشت تعداد زیادی از هر صورت که سران و به حساب گردانندگان این سندیکا ها رو دستگیر کردند برای اینکه نتونن. در عوضش سندیکای زرد خانه،, خانه کارگر رو گذاشتن به حساب تظاهرات داشته باشه که توی این تظاهراتشون هم بعضی از شعارهای ارتجاعی از جمله علیه کارگرای افغانستان بود که باید شدت محکوم بشه و در این حال سندیکاهای آزاد کارگری اعلامیه در این زمینه دادن و محکومم کردن ولی به هر حال مسئله اینه که من در برنامه به اصلی خودم که در تلویزیون پیام افغان هست امروز مقدار زیادی راجع به این قضیه صحبت کردم که مسئله طبقه کارگر ایران در حقیقت بخشی از مسائل بسیار بغرنج طبقه کارگر در سطح جهانیه هفته گذشته من اینجا یه مقدار مقدمه ای صحبت کردم راجبش که بعدش یکی از وجوه آنچه که بر سر طبقه کارگر امریکا داره میره که مجبورن برای هم استخدام شدنشون هم برای اینکه کارشون از دست ندن شدت کارشون رو بالا ببرن و خودشون رو سر حال نگه دارن مجبورن که به اصطلاح متوسل به خوردن قرص های محرک عصبی بشن که این آیندهشون رو واقعا دچار یک ضربت بزرگ میکنه برای اینکه کسی که این قرص ها رو به اصطلاح مصرف میکنه در شرایطی که نمیتونه زندگی به اصطلاح سالم و طبیعی داشته باشه ولی به هر حال امروز باز من چند تا از وجوه همین مسئله رو میخوام برای عزیزان باز بکنم که در خود امریکا واقعا چه بر سر طبقه کارگر میره در نتیجه امروز من دو تا مقاله رو انتخاب کردم که یکیش یکمی مال دوازده همه مارس که یکمی اصلاح هنوز البته خیلی ازش نگذشته ولی به هر حال این رو من از کامن دریمز گرفتم به قلم چک کالینز در دوازده مارس این مقاله نوشته شده که ببینید مسئله فقط کارگرای مستقیم تولیدی نیستن بلکه اونایی که از دانشگاه فرزن فارغ و تحصیل میشن از این باز خودش احتیاج به یک مقدمه مختصری داره قبل از اینکه من این مقاله رو بخونم دلم میخواد به این اشاره بکنم یه زمانی فرزن در انقلاب اکتبر صحبت از این بود که کارگر یعنی کسی که در پروسه مستقیم تولید باشه حالا من نمیدونم که این علامت داس و چکش رو چی در ولی به هر حال این گویای یه چیزیه یعنی کسی کارگره که یا چکش دستش باشه یا داس حالا البته اینا در واقع سمبل زحمت کشانه ولی خودش باز گویای خیلی چیزاست مثال من بزنم در زمان مارکس 1848 موقعی که کارگران میان توی خیابونای پاریس برای به گرفتن حقوقشون تظاهرات عظیمی بوده و پلیس فرانسه حمله میکنه و تعداد زیادی از کارگرها رو به قتل میرسونه در واقع هم پرستارا هم انترنا و هم پزشکای بیمارستان های پاریس معالجه نمیکنن کارگرا رو فقط سربازایی که زخمی شدن یا فرزن کشته شدن فقط از اونها چیز میکنن که مارکس یه مقاله مفصلی راجع به این قضیه داره و چنان به انترنا و اسیستانها و پزشکای بیمارستان پاریس چه حمله ای می میکنه که در واقع اینا به عنوان خرد بورژوا ما میشناخته میشون و بخشی از ارتجاع بودن در انقلاب اکتبر موقعی که کارگرا در 25 در واقع اکتبر میان توی خیابون و دست به مبارزه میزنن دانشجوهای دانشگاه موسکو خیلی عذر میخوام تو صورتشون توف مینداختن. وای میسادن و بهشون حمله میشردن. و به همین دلیل که لنین فرزن علیه این دانشجوها صحبت میکنه. خب امروز روز چیه داستان؟ نه تنها دانشجوها بخش جدایی ناپذیری از طبقه کارگر شدن. بخش عظیمی از استادهای دانشگاه. بخش عظیمی از انترنا و رزیدنت ها یعنی به اونهایی که اسیستنت هستن و دارن تخصص میبینن در همین بیمارستان امریکا همشون الان توی سندیکا همشون که نه ولی بخش قابل توجهیشون تو سندیکای های کارگری امریکا هستن و اینا قابل پیش بینی بوده که در حقیقت بسیاری از اونهایی که حرفه‌ای هستن از دکترها گرفته تا مهندسها گرفته تکنیسین ها دانش دانشمندا استادان دانشگاه دانشجوها کارمندا فرزن من مثال به اسلام حالا تجربه ملموس خودم رو برای عزیزان مثال بزنم در آبادان در آبادان ما کارگر پالایشگاه داشتیم کارمند جز داشتیم جونیور استاف بهشون میگفتن و کارمندای بالاتر داشتیم سینیور استاف و بعد کارمندای انگلیسی داشتیم که اینا کارگرها برای خودشون یه منطقه داشتن تو آبادان کارگرای کارمندهای حساب کارمندای دونپایه که یا ایرونی بودن یا هندی بودند، به حساب آپارتمان های نسبتا محقری داشتن کارمندای یه کمی بالاتر مثلا تو محله باوارده بودن ولی کارمندای سطح بالا توی برین و خونه های عجیب و غریب یعنی یک چنین سلسله مراتبی وجود داشت و در نتیجه تضاد بین کارگرا کارگرای پالایشگاه که خیلی در حقیقت از دهات می اومدن و چیز بودن ولی البته تخصص هم میدیدن بین اونا و کارمندا وجود داشت یعنی ما کارمند و کارگر تضاد بینش در حالی که الان همون کارمندا همشون پیوستن به طبقه کارگر و یا مثال دیگه ای از خود امریکا من بزنم که در عرض همین سی سال اخیر بسیاری از کسب و کارهای کوچک فرزن نوشت افزارها داروخانه ها عرض شود که هاردور استور یعنی اینایی که چفت و بس و وسایل ساختمانی میفروشن هر شبد که بسیاری از رستوران های کوچیک مامن پاپ یعنی به خانوادگی تمام اینها در اثر فرزن به وجود اومدن انحصارات مثل استیپل مثل والمارت، مثل هوم دیپو اینا رو به کلی از بین بردن تمام صاحبان این داروخانه های کوچک این نوشت افزار فروشی ها اینا کجا رفتن به طبقه کارگر پیوستن یعنی در حقیقت خرد این اینطور از بین میره بنابراین الان برخلاف آنچه که گفته میشه طبقه کارگر به جای اینکه فروکش بکنه اتفاقا این طبقه متوسط و خرد برجوازیه که کاملا رو به افول رفته و فروکش کرده در حالی که طبقه کارگر بسیار بسیار گسترش پیدا کرده به همین دلیلم هست که در تظاهرات هایی که فرزند در میدان دلسول در اسپانیا در, م... در میدان آتن یا در میدان تحریر در مصر شما فقط کارگرها رو نمیبینید کلی جراح و پزشک و وکیل دادگستری و دانشجو و استاد دانشگاه و و غیره و غیره وکیل دادگستری و امثال هم, هم میبینید که اینا در واقع به یک معنا به طبقه کارگر پیوستن و همه اینها زیر استثمار هم سرمایه های داخلی هن و هم سرمایه های جهانی در درجه اول سرمایه های جهانی یعنی در واقع جهانی شدن یک سرمایه داری جهانی به وجود آورده و یک طبقه کارگر جهانی که یه روزی اینا باید به همدیگه پیوند بخوره با این مقدمه من میخواستم یه مقاله که در واقع چک کالینز نوشته وضعیت اونهایی تح... اونایی که از دانشگاه فرزند فارغ تحصیل میشن این همینطور که عرض کردم از سایت کامن دریمز در دوازده همه مارس افراد بالغ زیر سی و سال بار سنگین نابرابری را بیش از همه تحمل میکنن امریکاییان تحصیل کرده در شرایطی از دانشگاه فارغ و تحصیل میشوند که اقتصاد در حال رکود و کمک های اجتماعی که اقتصاد در حال رکود و کمک های اجتماعی از هم فرو پاشی این هایی که از دانشگاه فارغ و تحصیل میشن اولا به چه دلیل این همه افراد در سالهای اخیر میرن به دانشگاه یعنی مثلا قبلش تحصیل رو ول کرده بودن ولی دوباره میرن دانشگاه دلیلش اینه که تبلیغ میکنن که شما اگر برید یه مدرک دانشگاهی بگیرید کار بهتری میتونید و به حساب احتیاج به تخصص بالاتری دارید میرن در نتیجه به این دانشگاه ها که اکثرا هم الان خصوصی شدن و باید مقدار زیادی شهری و شهری ها ما میدونیم که در عرض ده سال گذشته دو تا سه برابر شدن در همین دانشگاه کالیفرنیا در دهه 1960،, 1960 1970 که این دانشگاه واقعا با ده تا کمپس که داره جز بهترین دانشگاه های دنیا بوده اینا در واقع شهریه ای نداشتن و یا شهری بسیار بسیار پایین و در طبقات پایین میتونستن برن و از اونجا فارغ و تحصیل بشن الان در همین دانشگاه کالیفرنیا شهری ها به طوری بالا رفته که فقط واقعا خانواده های ثروتمند و یا طبقات متوسط بالا میتونن به دانشگاه راه پیدا بکنن و اونایی هم که میرن در واقع بهشون وام میدن و موقعی که میان بیرون زیر بار وام 20 هزار دلار لا اقل تا 100 هزار دلار و بالاترن و اون وقت میان بیرون آیا واقعا کارگیر میارن و یا اگه کارگیر بیارن مزد و مزایایی که دارن کفاف هم زندگی و هم پاس دادن اقساط این وام رو کفاف میده در شرایطی از دانشگاه فارغ و تحصیل میشن که اقتصاد در حال رکود یعنی نمیتونن کار بیارن کارگی و کمه های اجتماعی اصلا یعنی چتر نجاتی هم ندارن در واقع از سوی دیگر کاهش بودجه دولتی برای آموزش موجب بالا رفتن شدید شهری دانشگاه و هزینه ایاب و به عمومی و مسکن مناسب شده است هم باید اتومبیل داشته باشم وگرنه با وسایط نقلیه جمعی در واقع توی این مملکت وجود نداره به یک معنا اگه بخوان با اتوبوس یا با چیز دیگه برن باید ساعت ها منتظر بمونن همه جای همه جای امریکا هم چه قطار نداره و خرج مسکن یعنی مخارج به طور عجیبی رفته بالا در حالی که امکان کارگیر آوردن و مزد و مزایا دائم روشون فشار وجود چهل میلیون فارغ و تحصیلان دانشگاهی با یک و یک دهم تریلیون دلار در واقع نزدیک به یک و دو دهم تریلیون دلار وام رقمی که تا سال 2022 به دو تریلیون دلار خواهد رسید موجب نارضایی مشروعی در میان این بخش از جامعه شده است وام دانشگاهی در حال حاضر یقه 20 درصد از خانواده های امریکایی را گرفته و از میزان وام کارت های اعتباری بالاتره در واقع می شود گفت نزدیک به دو برابر کارت های به اصرا کردیت کارت کارت های پلاستیکی بسیاری از این فارغ و تحصیلان دست به اعتراض میزنند و از پرداخت اقساط وام خود و وام خودداری میکنند چرا که قادر به پیدا کردن کار نیستند و یا مزد کاری که پیدا میکنند کفاف پرداخت وام را نمیدهند نزدیک به نیمی از این وام ها دوچار تعویق بازپرداخت و یا اعلام ورشکستگی هستند در سال بیش از یک میلیون نفر در این کشور اعلام ورشکستگی میکنن بخش عظیمیشون به دلیل مخارج پزشکی با آنکه بیمه داره ولی اگر یه مسئله فرزن عمل جراحی چیز بشه همون 20 درصدی رو که باید علاوه بر پول بیمه که بیمارستان میگیره 20 درصد باید خود مریض بپردازه همون به حساب ورشکست میکنه خانواده رو دفتر حقوقی دکتر ندا زمان وکیل رسمی دادگاه های فدرال و کالیفرنیا آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان می باشد ما شما را از طریق ای بی فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه گذاری، دانشجوی و پناهندگی یاری می دهیم قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان وکیل دادگاه های امریکا تماس بگیرید. آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310 855 0992 تماس بگیرید وبسایت nedala.com به دنبال یار و دلدار زندگی خود میگردید ولی تا به حال او را نیافتید با مراجعه به مؤسسه کام شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره از مؤسسه کام دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی. اگر در جستجوی یار و همسری برازنده تحصیل کرده با اصالت و همتراز مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید در موسسه همسرجون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818 450 6744 و تلفن ویژه ایران 0935 935 963 8037 یار شما در همسر جون منتظر شماست مشکل وام دانشگاهی پیامدهای عظیمی برای آینده داره. حالا اینو باید ببینیم چه پیامدهایی هایی داره فارغ و تحصیل معمولی دانشگاهی در حال حاضر به طور متوسط زیر بار سی هزار دلار وامه من گفتم بیش هزار دلار سی هزار دلار و بعضی صد هزار دلار چنین وامی جوانان را از تشکیل خانواده خرید خانه و یا پذیرش ریسک برای آغاز کسب و کار جدید باز میدارن قدیما اینا این در حقیقت یکی از سنت ها به دیگه جز فرهنگ امریکاست که جوونا برخلاف مثلا ایران که خیلی از بچه ها میموندن با پدر مادر تا سالهای سال زندگی میکردن اینا از 17-18 سالگی کار پیدا میکردن گرلفرند پیدا میکردن و میرفتن و یه زندگی جدید تشکیل میدادن این باعث شکوفایی اقتصاد میشه در اینکه موقعی که شما به اصطلاح نیوکلیر فامیلی اینو بهش میگن نه خانواده به اصطلاح اکستندد فامیلی یا به اصطلاح خانوار گسترده که به اصطلاح زن و بچه و همه با هم زندگی میکنن توی یه خانه موقعی که شما نیوکلیر فامیلی یعنی به اصطلاح خانواده هسته داشته باشید که یه زن و یه مرد که بعد به اصطلاح خانه تشکیل بدن اینا هم باید اجاره بکنن آپارتمان هم باید مبل و صندلی بخرن هم باید تلویزیون بخرن یخچال بخرن رادیو و غیره و... همه اینها به اصطلاح اقتصاد شکوفا میکنه در حالی که ش... موقعی که نتونن چنین وامی جوانان رو از تشکیل خانواده خرید خانه و یا پذیرش ریسک برای یه بسیار کسب و کار جدید که قبلا میکردن این کار رو باز میدارن همچنین موجب تشدید نابرابری ثروت کاهش ارتقاء اجتماعی این کشور معروف بوده به اصطلاح به دینامیک بودنش به این معنا که افراد میتونن اگه کار و کوشش بکنن تحصیل بکنن هر که صرف جویی بکنن میتونن از رگ یعنی جند پوشی به رج به ثروت برسن در حالی که تمام این معادلات هم خورده در سالهای اخیر و بعد از رکود 2007-2008 تشدید شده این قضایی حالا نابرابری ثروت کاهش ارتقاء اجتماعی همیشه اینا میخواستن که به اصطلاح برن و به مقامات بالاتر برسن نه تنها از, از نظر مالی بلکه از نظر مقام اجتماعی دکتر بشن، مهندس بشن، هرچبت که استاد دانشگاه بشن چرا که فارغ و تحصیلان خانواده چرا که فارغ و تحصیلان خانوارهای ثروتمند چنین موانعی بر سر راه خود ندارن در واقع شکاف اجتماعی وحشتناکی به وجود بیاد برای طبقه متوسط در برابر بالایی ها از سال 1970 تا کنون شهری دانشگوه ها هزار درصد افزایش یافته من فکر میکردم دو سه برابر شده ده برابر شده هزار درصد در حالی که بودجه دولتی کمک به آموزش چهل درصد کاهش یافت شمار دانشجویان با وام دانشگاهی از پنج درصد فقط قبلا پنج درصد بوده اونم وام های پایین طبقات واقعا ضعیف و به اصطلاح کم درآمد میتونستن به اصطلاح یه وامی بگیرن و وارد دانشگاه بشن از پنج درصد به بیست و دو درصد افزایش یافته و بانج های وام دهنده با گذراندن قوانین شدید از سال های سال پیش اینا قوانین بازنشستگی رو ورشکستگی رو عوض میخوام طوری تغییر دادن که مردم حتی اعلام ورشکستگی نمیتونن بکنن فقط انحصارات، البته انحسارات چرا برای بیرون کردن کارگرها اعلام ورشکستگی میکنن و تمام وام هاشون رو پس نمیدن ولی در درجه اول کارگرها رو میتونن بیرون بکنن و صندوق های بازنشستگیشون رو بالا بکشن ولی افراد معمولی اگه پولش رو نداشته باشن نمیتونن اعلام ورشکستگی بکنن با گذراندن قوانین شدید و مقررات بازپرداخت این وام ها از وام خانه و اتومبیل هم مال آموزش رو مال وام دانشگاهی رو از اونها هم سختتر کرد اونا هم سخته حتی اعلام ورشکستگی نیست فارغ و تحصیلان را از باز پرداخت از باز پرداخت معاف نمی کنه حتی اگه ورشک... اعلام ورشکستگی هم بکنه باید وام رو بپردازن مالدان در بعضی ایالت ها اگر وام باز پرداخت نشود پروانه کار و تصدیق رانندگی فرد از او گرفته می شود یعنی زندگیش رو به کلی ساقط میکنه در سی سال بعد از جنگ دولت تحصیل دانشگاهی بدون وام رو برای میلیون ها امریکایی فراهم کرد این کاملا درسته که بعد از جنگ بسیاری از اونایی که از جنگ برگشته بودن خانواده های فقیر خانواده های در واقع چیز تمام خانواده های به اصطلاح کم درآمد میتونن اینا به دانشگاه برن من راستش پشت سر این دلم میخواد اینکه سیستم رو بشناسیم که واقعا چه سیستم ضد انسان و انسان من امروز میخواستم راجع به فروش اسلحه به عربستان از طرف امریکا بکنم که در سال گذشته عربستان 80 میلیارد دلار اسلحه از امریکا خریده ولی امروز گفتم که اینو برای بعد بذارم ولی ببینید در یه سیستم ضد انسان چطور انسان و طبیعت در پای سود سرمایه قربانی میشه دلم میخواد یه نقل قول بیارم از ایزنهاور <applause> ایزنهاور کسی بوده که در زمانش کودتای 28 مرداد در ایران اتفاق افتاد سال بعدش 1954 در گواتمالا بازم در زمان هاور بود و غیره و غیره یعنی یه آدم چیز نبود ولی ببینید چی میگه میگه هر تفنگی که تولید می شود هر کشتی جنگی که به آب انداخته می شود هر موشکی که پرتاب می شود در نهایت به معنای دزدی از آنهایی است که گرسنه و غذا به آنها نمی رسد آنهایی که در معرض سرما هستند و لباس ندارند این جهان پر از اسلحه فقط به بهای خرج فقط به بهای خرج پول تمام نمی شود بلکه هدر دادن عرق جبین کارگران نبوغ دانشمندان و امید فرزندان آنهاست که برباد داده میشه فقط مسئله پولش نیست مخارج یک بمبافکن سنگین مدر مساویس با ساختن یک مدرسه مدرن مدرن آجوری در بیش از سی شهر یک بمب افکن سنگین میتونه سی تا مدرسه در سی شهر درست بکنه اونم آجوری یعنی ساختمون قرص و محکم میتونه با پول همین هواپیما دو کارخانه برق که هر یک به شهر شهست هزار نفری برق میرسانن پول یه هواپیمای جنگی دو بیمارستان خوب و کاملا مجهز پنجاه مایل جاده سیمانی میشه باش ساخت ما برای یک هواپیمای جنگی پول نیم میلیون بوشل واحد در حقیقت سنجش گندم میپردازیم نیم میلیون وقت ببینید در سطح جهانی و در خود امریکا چقدر گرسنه هست برای هر نافشکن پول خانه را هزینه میکنیم. که میتوانند به بیش از هشتت هزار نفر مسکن دهند این به هیچ رو راه زندگی نیست به هر مفهومی زیر سایه تهدید جنگ این بشریت است که به صلیب آهنین کشیده می شود اینا رو جنرال آیزنهاور کسیه که در واقع در نطق خداحافظیش اختار کرد که مجتمع نظامی صنعتی میاد و قدرت رو میگیره و در حقیقت دموکراسی ما رو از بین میبره و ما میدونیم که در حقیقت به قول معروف پیشبینیش پیغمبرگونه بوده یک آدمی که خودش جنرال بوده رئیس جمهور هر شود که و در زمانش همینطور که گفتم سیاست خارجی امریکا چه سیاست ارتجاعی بود در اینکه هم وزیر خارجش و هم رئیس ایش برادران دالس بودن که از ارتجایی ترین و ضد انسان ترین افراد بودن و غیره و غیره ولی در این حال این خیلی مهمه که بسیاری از این سران یعنی رئاس جمهور و بالایی ها یعنی اون الیت بالا قشنگ میفهمن که مسئله کجاست ولی نظام سرمایه طوریه که اینا چون بردشن باید ازش تبعیت بکنن مثل همین خود آیزنهاور و غیره و غیره به هر حال من فکر میکنم امروز من به بحث رو در همین جا و تموم بکنم و این بحث ها رو در هفته های آینده ادامه میدیم به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم شب و روز عزیزان خوش